مثنوی شریف از حدود 16 سال آخر عمر مبارک حضرت مولانا آغاز شده است و هر دفتر حدوداً 2 سال طول کشیده است و فاصله بین دفتر اول و دفتر دوم که 2 سال بوده است اتفاق افتاده و دلیل آن هم این بوده که حسام الدین چلبی همسر خود و در حقیقت شریک زندگی خود را از دست داده بود و بسیار ناراحت و دلافکار بود. از این جهت 2 سال هیچ حوصله شعر و بحث و درس و مدرسه رو نداشت و نهایتاً با تمهیداتی که خود مولانا می اندیشد ایشان بعد از 2 سال دوباره برمی گردن و سرایش مثنوی از دفتر دوم با این مطلع که مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد، با این دفتر دوم مثنوی آغاز می شود. روی هم رفته هر دفتر حدوداً 2 سال طول کشیده است و اگر چنین حساب بکنیم 6 دفتر هر کدام 12 سال با اون 2 سال دوره فترت میشه 14 سال و در 2 سال آخر عمر مبارک حضرت مولانا هم ایشان حالتهای خاصی داشتن و حقیقتا دیگر از زمین قطع علاقه کرده بودند، ایشون دیگه با زمینیان همراه نبودند، از همه چیز و همه کس فاصله گرفتند و یک استغنای خاصی در ایشان به وجود آمد، دیگران را به حضور نمی پذیرفتند، حتی مریدان حتی شاگردانشان رو، و در یک خلوت و تنهایی بسیار عظیمی سیر می کردن و گفتند که هیچ کس جرأت نمی کرد از چند متر فاصله به اون نزدیکتر شود، اون ابهت و جلال و عظمت و شکوه الوهی در او حلول کرده بود و نفوذ کرده بود و موجب می شد که او هرچه بیشتر از زمینیان و از اهل زمان خود فاصله بگیرد تا اینکه نهایتاً به عروسی او منجر می شود و چنانچه خود مولانا می فرماید می گوید عروسی ما آن وقتی است که به حضور حضرت دوست و حضرت معشوق برسیم و البته این عروسی بسیار زیباست، عروسی بین عاشق و معشوق و وصال عاشق به درگاه معشوق که البته عوام از آن به مرگ و رحلت تعبیر می کنند و خواص از آن به جشن و عروسی و شادمانی. مثنوی شریف در حقیقت در هر دفتر حدود 4000 اندکی بیشتر بیت داره از 6 دفتری که هست، مجموعاً بنا به تفاوت نسخه ها 25600 چند تا گفتن، 640 گفتن، 400 گفتن و موارد دیگر، اما آنچه که مسلم است حدود 25000 حدود 500 بیت میتوان او رو احصا کرد. این 25500 یا اندکی این طرف و آن طرف مجموع این 6 دفتر مثنوی است. مثنوی شیوه قرآنی هست، شیوه قرآن همچنان که هست مثنوی همچنان است. خود مولانا در خود مثنوی میگوید که ادعی آمده اند و به من اعتراض میکنند که چرا اشعار مولانا این گونه پراکنده هست
و از هر دری سخنی میگوید و هر بابی رو بر روی اشخاص میگشاید بدون آنکه اون باب رو ببندد و سراغ باب دیگر برود. گاه ممکن است که ده ها باب و ده ها در به روی مطالعه کننده مثلا گشوده میشود، اون نمیداند کدام طرف برود، در وسط این راه ها حیران میماند و نهایت هم دستش به جایی بند نیست. معمولا این حیرت تا حدی است که کسی که مثنوی رو میفهمد ممکن است اندکی از اون رو در اون مقطع خاص دقت کند و دریافت کند، اما مجموع آن و به دست آوردن مجموع آن بسیار سخت است. این شیوه شیوه قرآن عظیم هست، دقیقا همان شیوه هست که شما اگر از قرآن اندازه بگیرید و قرآن رو بخوانید خواهید دید که قرآن عظیم از یک جای خاصی شروع نمی کند و به جای خاصی ختم می شود، آنچنان که کتب مدرسی و کتب مکتبی هست. معمولا هر کتاب اگر کتاب است وقتی آغاز می شود یک مقدماتی دارد، یک معلوماتی دارد، یک فهرستی دارد، معین است از کجا شروع می شود و به کجا خاتمه می یابد. معمولا هر کتابی که هست از کتاب های داستان گرفته تا کتاب های علمی، کتاب هایی که در موارد دیگر از آن استفاده می شود، شما اگر ببینید همه آنها یک استخونبندی خاصی دارد، همه آنها یک استخوص دارد، یک اصل و خمیرمایه دارد و بعد حواشی آن مشخص است. چند باب می شود، این باب ها هر کدام می رود و مطالب در آن گشوده می شود و سپس کم کم به نتیجه می رسد و کتاب به پایان می رسد. و البته این روش علما و روش دانشمندان بوده است. شما یک مقاله علمی رو هم بخواهید بخوانید حتما از یه جایی مشخص شروع شده و در یک جای مشخص به پایان میرسد و باب باب و قسمت به قسمت مطرح میشود و نتیجه گیری میشود. اما وقتی که شما نگاه میکنید در قرآن عظیم چون این چیزی وجود ندارد، قرآن گاه سخنان خیلی مهم رو اول میگوید، سخنانی که شاید اگر بخواهیم مقایسه کنیم غیر مهمتر یا کم مهمتر رو، کم اهمیتتر رو در جاهای دیگر بیان میکند. آنچنان که معمولا روش علما و روش علمی هست، روش منطقیون هست در بحث و بررسی مطالب، غالبا قرآن از هیچ کدام از آنها تبعیت نمی کند، همچنان که اصلا از قالب و اسلوب نثر تبعیت نمی کند، از قالب و اسلوب نظم هم تبعیت نمی کند و دقیقت یک اسلوب و یک قاعده و نظم جداگانه و خاصی برای خود دارد. مثنوی هم یا خواسته یا ناخواسته توسط مولانا چیزی شده از شبیه به قرآن، البته ساحت قرآن بسیار مقدس و والا و منزه است. این تشبیهات نه به خاطر تشبیه اصل هست، بلکه تشبیه آن به خاطر این است که سبک و سیاق و روش قرآن در مثنوی به کار گرفته شده است. در قرآن میبینید مثلا قصه حضرت موسی در 45 جا بیان میشود. هیچ وقت ما در قرآن قصه حضرت موسی را از اول تا آخر جایی نمیبینیم، نه در سوره های اول میبینیم، نه در وسط، نه در آخر. حتی آنجایی هم که بحث شده است گاه از اواخر مثلا وقایع حضرت موسی میگوید، گاه بعد از اینکه در اواخر قرآن از اوایل قصه حضرت موسی سخن میگوید. بنابراین نشان میدهد که منظور از این قصه گویی نیست، قصه پردازی های عامیانه نیست. قصه پردازانی که مانند کیلو و دمنه و سایر کتب برای خودشان نظم و نسخ خاصی دارند در اینجا مطرح نیست.
سعدی گلستان را آفرید و می داند که از اول چه می خواهد بگوید و ابوابی که در آن هست به خوبی و با عقل و فن ترتیب داده شده و چیده شده است و معین است که از کجا شروع می کند و به کجا خاتمه می یابد. به نظرم جناب سعدی وقتی می خواست گلستان رو بیافریند لااقل 90% قصه در ذهنش بوده است، اگر خیلی ما با مسامحه برخورد کنیم، وگرنه باید بگیم 100% طرح موضوع و قصه موضوع در آن بوده است. همچنان که یک رمان نویس وقتی میخواهد یک طرح کلی رو در اول در ذهن میآفریند، یک شاعر وقتی که میخواهد شعری بگوید حتما برای شعر حرفه، اگر حرفه‌ای شعر بگوید حتما برای شعر خودش یک مقدمه و مؤخره ای در نظر میگیرد و یک شرایط رو در نظر میگیرد و میداند که در این شعر نهایتا به چه خواهد رسید. در کتاب‌های دیگر همچنین است، وقتی سنایی آغاز میکند و مثلا حدیقت و حقیقه رو می نویسد معلوم است که از کجا شروع میشود و به کجا خاتمه پیدا خواهد کرد. و همچنین عطار وقتی تذکرت الاولیا رو می نویسد می داند چه می کند و از کجا به کجا در حرکت است. اما مولانا در مثنوی البته نمی داند از کجا شروع می کند و حتی نمی داند به کجا خاتمه می دهد. مولانا شاعر شوریدگی هاست، شاعر احساس هست، شاعری هست که هر آن و هر لحظه آنچه به ذهنش می آید می گوید. شاعری نیست که بیاید و از قبل تعیین کند امشب رو چه خواهیم گفت، در دفتر دوم مثنوی چه خواهیم گفت، در دفتر اول چه چیزی خواهیم گفت. اصلا اینها نیست و همین موضوع نشان دهنده عظمت مثنوی است. حقیقتا مولانا نمی داند، به نظر من اینجوریست که واقعا نمیداند که چه میخواهد بگوید، نمیداند خود بر زبانش چه ابیاتی جاری خواهد شد، چه کلماتی رو به کار خواهد بست تا اینکه این مفهوم و این منظور رو برساند. اصلا خود میگوید که ما از خاندانی بودیم که شعر رو کفر میدانستند، شعر رو زشت میپنداشتند. من کجا و شاعری کجا، من کجا و گفتن شعر کجا؟ اما از بد روزگار چنین شد که من هم مجبور شدم به شعر رو بیاورم. مولانا ساحت خود رو حتی از شعر منزه می‌داند، چنانچه قرآن ساحت خود رو و ساحت پیامبر رو از شعر گفتن مبرا می‌داند و مایم بقیله، پیغمبر نه شاعر است و اصلا سزاوار این نیست و شایسته پیامبر نیست که شاعر باشد. پیامبر آمده است تا آن شهودهای عرفانی و ربانی و شهودهایی که در الوهیت هست رو به واماندگان و ماندگان این زمین برساند و اونها رو از آنچه در عالم بالا می‌گذرد اندکی خبر دهد و اونها رو بترساند از افعال زشتشان و اونها رو نوید دهد به کارهای خوبشان. و غیر از این شاید کسی نتواند برای قرآن هدف و منظوری در نظر بگیرد. مولانا هم چنین است. مولانا اساساً کسی نیست که بداند میخواهد چه بگوید، از قبل خود را آماده نکرده است. ما الان شاعرانی داریم، غالب شعرهای حتی شعرهای خوب ما هم چنین هستند. 80% شعرهای ما شعرهای قافیه هستند. قافیه های زیبایی رو ور می دارند، می چینند، 10-15 تا قافیه می چینند، ردیف فراهم می کند، بعد ببیند که با محتوای اون چه چیزی سازگار در می آید که یک غزل از آن بسازد. ولی مطمئنن ملاحظه فرموده ای که آنچه که کار غالب شاعران هست در دیوان شمس دیده نمی شود. و همچنین هست مثنوی که به خاطر همین یگانه هست و هیچ چیزی با مثنوی شبیه نیست. مثنوی شبیه به هیچ
کتاب شعر دیگری نیست. و اگر او رو با موارد دیگر ما مقایسه کنیم، واقعا ظلم بزرگی در حق مثنوی کردیم. حتی گلشن راز با اون عظمتش روشن است که شیخ شبستری از کجا شروع می کند و به کجا خاتمه می یابد. اشراق در آن خیلی کم است، معلومات است و در حقیقت علم و اطلاع بسیار عظیمی که آن شیخ عظیم شیخ محمود شبستری در آن می آورد. اما به جرأت می توان گفت که مثنوی چکیده شهودات عرفانی مولاناست و اینهایی که به شکل جوششی از دل برآمده است و از آن جهت است که بر دل هم می نشیند، به شکل جوششی از وجود عظیم مولانا برخواسته است و شاید اگر ما می خواستیم و می توانستیم شاید هزار برابر این کتاب رو داشتیم، ولی مولانا که نتوانسته است آنچه را که دلش می خواهد بگوید و واقعا این اتفاق افتاده است و ما شاید 1000 و یا کمتر از اون رو از تراوشات ذهنی مولانا نمیتوانیم بیابیم. شما میبینید اگر با مثنوی زیاد همراه شوید خواهید دید که در یک بیت مثنوی حداقل 7-8 جریان فکری ایجاد میشود. باور بفرمایید 7-8 جریان فکری در یک بیت ایجاد میشود. اگر اینجا خواهیم رسید و گاهی من به اینها اشاره می کنم که این در ذهن یک انسان معمولی ممکن نیست اتفاق بیفتد و آن هم در یک قالب بیاید و این قالب هم صرفا یک معنای ظاهری هم برای خود بتواند بیابد. و اساسا ذهن بسیار جوشان و فعال مولانا به او اجازه نمی دهد که کلمات رو در کنار هم بچیند و سرعت اندیشه او و سرعت تفکر او، سرعت اشراق او آنچنان بالاست که هر قدر هم میخواهد و به قدرت هم پوشیده است در این مسیر، اما نهایتا نمیتواند آنچه را که در اندیشه دارد، آنچه را که شهود کرده است، اگر اغراق نکنیم که البته بسیار هم از این باید بالاتر باشد، 1000 مطالب اشراقی و عرفانی رو نتوانسته است در مثنوی بیاورد و آن جهش و شوری است که حقیقتاً برای ایشان پیدا شده است و ایشان آنقدر این شور و علاقه و عشق فوران می کرده و جوشش می کرده که حقیقتاً جسم عنصری، جسم مادی این دنیایی نمیتوانست اینها رو بیابد. علاوه بر این که ما میدانیم که اشراقاتی که وجود دارد، این اشراقات هرگز قابل بیان نیست. شما یک خوابی رو ببینید، تصور بفرمایید در 10 ثانیه این خواب رو دیده اید، این خواب رو در چند صفحه میتوانید بنگارید. در آنجا هست شما بتوانید در قلم بیاورید. تمام آن فضایی که بود، رنگهایی که آنجا وجود داشتن، حرکتهایی که می کردن و تمامی این مسائل شما نمی توانید. یک منظره به قول امروزی ها فیکس رو در نظر بگیرید، که یک نقاش ماه کشیده است. خواهید این نقاشی رو بیان کنید، چقدر می توانید این رو بیان کنید؟ چقدر انسان میتواند با کلمات، با شعر، با نثر، با هر چیز دیگر میتواند حقیقت، چقدر ممکن است؟ طبیعتاً برای یک نقاشی خوب اگر شما 1000 صفحه هم بنویسید باز چیزی کم است و چیزی را در آن میبینید که نمیتوانید بنویسید. اگر این تصویر 10 تصویر، 100 تصویر باشد چگونه؟ اگر این تصویرهایی باشد که پی در پی می آیند، آنگاه چگونه خواهد؟ خب واقعا امر سختی است و به خاطر همین است که مولانا می گوید من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد.
من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. گنگی تصور بفرمایید کسی باشد، لال باشد، خوابی دیده باشد، بعد وقتی که بیدار می شود میاد میخواد خوابی رو که دیده برای شما تعریف کند. چگونه ممکن است این اتفاق بیفته؟ من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد. تازه میگوید اگر هم من این گنگ میتوانست بگوید، چه کسانی میخواستند این سخنان رو بشنوند؟ مگر گوشی هست که شنوای این اسرار الوهی باشد؟ مگر گوشی هست که بتواند اینها رو بگوید؟ علا فرض این که دهانی باشد که بتواند اینها رو بگوید، مگر گوشی هست که بتواند اینها رو درک کند؟ یک تعادل است. امروز در علوم ارتباطات جدید مطرح میکنن، دو موضع رو مطرح میکنن و اصلی تر موضع هم همین هست: موضع کسی که میخواهد اطلاع رسانی کنند نسبت به چیزی، و موضع کسی که و جایگاه کسی که اطلاع رو میپذیرد. اطلاع در این مسیر خود بازیچه است، اما آنچه که مهم است اطلاع رسان و اطلاع دان و کسی که اطلاع رو میگیرد هست. در اینجا نه اطلاع رسان میتواند آنچه را دیده است اطلاع رسانی کند، و نه آن که میخواهد گوش کند او میفهمد که چیست. مولانا میگه عشق، خب به یک کلمه گفت عشق، این همه سخنان زیبا گفت. مولانا فرمود نی، خب همه شنیدیم، ولی چه کسی شنید؟ سنگ ها هم میشنوند، آیا آنها هم درک میکنند؟ چه کسی میفهمد که چیست؟ یک کودک گرسنه و فقیر در حالی که در سرما داره میلرزه، او رو یک لحظه میبینید، ولی آیا هر کدام از ما میتوانیم خود رو جای او بنهیم و با او احساس همدردی بکنیم؟ بسیار کم، مگر اینکه خود مثل او باشیم. ما هرگز حال گرسنه رو نمیفهمیم مگر اینکه خودمون تا حد اعلا به گرسنگی رسیده باشیم، حد تشنه رو، حد خسته رو، حد نخوابیده رو و حد همه افراد رو. خب کسی که عاشق نشده است در طول عمر عشق نمیداند که چیست، چگونه میخواهد مثنوی رو درک کند؟ چگونه میخواهد اینها رو درک کند؟ و این البته مشکل بسیار عظیمتری است، مشکل بسیار بزرگتری است. خب با این حالات شما عنایت بفرمایید که در حقیقت هم طالب و هم مطلوب مقصور است، هم طالب و مطلوب دستشان کوتاه است، نمیداند چه کند. حال در این قصه مولانا آمده و آن چیزهایی رو که بوده است در قالب کلمات ریخته و با الفاظ و بهترین الفاظی که میتوانسته برای آن به کار ببرد، با سحر عظیم شعر همراه کرده تا اینکه قطره ای از آن دریاها و اقیانوسهای الوهیت رو بر کام ما بچکاند و ما بتوانیم اندکی از طعم آن اقیانوسها رو در خود بیابیم. چاره دیگری نیست. خود فرمود آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. نوجوانی خدمت حضرت استاد شهریار می رفتیم جهت بعضن شعری خدمتشان می خواندیم و بعضن سوالات شعریمون از ایشون می کردیم. یک روز پرسیدم استاد شهریار که حضرت استاد شما شعر الان هم می نویسید؟ خیلی سخن عجیبی گفت، می خوام از سخن ایشون اینجا استفاده کنم. فرمود که چنان گاهی چنان اشعار با سرعت شدید به ذهن هجوم می آورند که من فرصت نمی کنم نویسم، آنقدر سریع هجوم می کند.
گفتم مثلا چقدر؟ گفت 70-80 بیت یک دفعه میاد میریزه رو سرم و من فقط میتونم مثلا 5-6 تاش رو یادداشت کنم، بیشتر میره. و گفتم خب استاد ضبط کنید. گفت به زبان هم نمیشه آورد، به زبان هم نمی، زبان هم نمیرسد، فرصت نمی کند آنچه را که در اندیشه میگذرد اینها رو بیاره. خب باید یک روش دیگری حساب کرد. و کسانی که در شعر دستی دارند، در عالم شاعری دستی بردن، اینها به خوبی میدانند، متوجه عرض بنده میشوند که چگونه ممکن است افکار هجوم بیاورد و او نتواند حتی یکی دو بیت از آنها رو به مهار کند و او رو در قید کتابت بیاورد. از این جهت این 25,000 و حدود 500 بیتی که مثنوی دارد انصافاً ابیات عظیمی است، هر کدام دریایی است. زمانی که استاد بزرگم حضرت علامه جعفری داشتن کتاب از دریا به دریا رو تدوین می‌فرمودن، بنده افتخار زیادی داشتم، حضورشون زیاد بودم، زیاد در منزلشون رفت آمد داشتیم، در بعضی موارد کمک میکردیم در یافتن این ابیات مثنوی که بود. گفت ایشان خواستن اسم بذارن، فرمودن از دریا به دریا. پرسیدم حضرت استاد چرا شما از دریا به دریا لقب دادید این رو؟ چرا از حضرت علامه جعفری پرسیدم چرا نام این کتاب رو دریا به دریا نام نهادید؟ این فرمایشون این بود که فرمودن بیت مثنوی دریا که وقتی بیت اول رو میخوانید یک دریا هست و وقتی شما به بیت دوم میرسید دریای دیگری میشوید. بیت دوم دریای سوم و همچنین هست که ادامه دارد. از این وقتی رو گفتم دریا به دریا. و واقعا کسی که مفهوم مثنوی رو درک بکند واقعا این دریا بودن رو البته درک خواهد کرد و عظمت این دریای بیکران و دریاها در دریاها رو بیشتر واقف خواهد بود. چنان دارد این که غالب مطالبی مثنوی داده فاقد جریان کتابی و فاقد جریان منطقی ظاهری است. ایشان یک قصه ای رو آغاز میکنن، یک مطلبی رو بیان میکنن، در درون مطلب هزار تا مطلب دیگر هم میآورد. قصه مبتدی میماند که کدام رو بردارد و کدام رو برگیرد و کدام رو بنهد. چون اذهانی که ما داریم، علومی که خواندیم، این علوم ظاهری که هست همه از یک نوع منطق خاص کمک میگیرند. یک نوع منطق خاصی است که همه یک ابتدا دارد، آنچنان که عرض کردم خود متن است و بعد انتهایی که وجود دارد. ما وقتی که از اول شروع میکنیم میبینیم که مولانا کل قصه رو بیان کرده است. همان زمانی که حسام الدین چلبی آمد و گفت یا حضرت مولانا دیگران در خانقاه ها و در مجامع صوفیه و مجامع عرفا کتاب‌های سنایی و عطار رو می‌خونند، یاران شما از شما می‌خواهند که شما هم بیایید و چیزی بگویید و کتابی و شعری برای ما تدوین کنید که ما در جلسات روحانی خودمون و در جلسات عرفانی آنها رو بخوانیم. مولانا می‌گوید خودم در این فکر بودم و دست می‌برد و از دستار خود یک کاغذ رو در می آورد که 18 بیت اول مثنوی در آن است و گفتند این 18 بیت همان قانون براءت استحلال که همه عزیزان و دوستان مستحضرند از آن تبعیت کرده است. قدما وقتی که قدما و عالمان بزرگ وقتی که می خواستند کتابی رو بنگارند می آمدند و کل مطلبی رو که می خواستند در آنجا
بگویند، در کل کتاب بگویند، در اول کتاب به شکل ادیبانه مطرح می‌کردند که شخصی که او رو میخواند بداند که محتویات این کتاب چیست و راجع به چه چیزی سخن خواهد گفت. غالب کتب بزرگان چنین است، از گلستان و بوستان بگیرید، در اولش هست براءت استحلال. استحلال یعنی طلب ماه، براءت یعنی تازگی، یعنی کسانی که میروند که ماه رو ببینند یک روش های خاصی داره، در جاهای قرار میگیرند و کسانی که تجربه دارند، چون ماه اول یک چیزی است مانند قیتان سفید رنگ و یک چیزی است بسیار کم رنگ که غیر اهل فن نمیتوانند او رو در آسمان وسیع اگر جایش را ندانند که معمولا ماه از کجا طلوع میکند، غالبا قادر نیستن که این رو ببینن و چون هوا روشن است غالبا دیده نمیشه. از این جهت اینها یک مزنه ایجاد می کنند، یک ترتیبی ایجاد می کنند و اهالی فن می دانند که مثلا در کدام قسمت از غروب و در چه جهتی از غروب بتوانند طلوع ماه رو ببینند. به این میگن براءت استحلال. مثلا در کتاب صرف میر که بسیار کتاب مشهوری است در ادبیات عرب که غالب دوستان شاید خوانده باشند، میگوید بدان ایدکلا فدارین، فدارین که لغت عرب بر دو قسم است، بر سه قسم است. گفته این بدان که گفته، بدان فعل امر است، ایده فعل ماضی، که ضمیر الله تبار، فدارین، دارین راجع به مثنا سخن میگوید، او راجع به جمع سخن میگوید و میگویند این دو سطر اول این کتاب نشان دهنده همه آن چیزی است که در 70-80 صفحه بعد راجع به آن سخن خواهد گفت. و البته از این نوع بسیار است و چون بحث ما این نیست ما رد می شود. وقتی که مولانا از آستین خود آن 18 بیت اول مثنوی که به نینامه مشهور است رو در می برد و می خواند، از آنجا مثنوی آغاز می شود. بشنو این نی چون شکایت می کند، از جدائی ها حکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیر مرد و زن نالیده اند، من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوش حالان شدم، هر کسی از زن خود شد یار من، و از درون من نجست اسرار من. تا انتها که همه تون حفظ هستی. این که این 18 بیت در حقیقت کل موضوع را بیان می کند، یعنی نیی که بریده از نیستان است، انسانی که بریده از روح الارواح است و الان آمده است و می خواهد به جاهایی برسد و البته هر کسی از زن خود یار او خواهد شد و از درون او اسرار او رو نخواهد جست. چنانچه هر کسی از زن خود شد یار مثنوی شد و از درون مثنوی اسرار آن را جستجو نکرد. به لحاظ اینکه مثنوی دست نیافتنی است، به لحاظ اینکه مثنوی بسیار در اوج است، خیلی بزرگان تلاش کردند تا این رو در حد مبتدیانی چون بنده پایین بیاورند. به شکل‌های خاصی خواستند این مثنوی رو قابل فهم کنند برای ما. از همه اینها عده گزیده های آوردن، عده یک دهم آن را آوردن، عده یک سوم آوردن، عده نصف رو، عده خود او رو جابجا کردند در حقیقت ابیاتش رو تا به حالت مدرسی و مکتبی نزدیکتر بشه و شخصی که میداند از کجا علمی رو شروع کند و به کجا پایان دهد بتواند از آن استفاده کند و اذهان ابتدایی بشری بتواند از این بهره ببرد. این اتفاق نمی افتاد تا اینکه مولانا ملا حسین واعظ کاشفی کار سترگ رو انجام داد. ایشان چون از نظر عرفان نظری بسیار عمیق است و بسیار دقیق است، خب دانشمند بزرگی است و بیش از 5 تألیف عظیم دارد، خود ایشان شخص بسیار
پر معرفت و اندیشمندی است، از شیوخ بزرگ عرفان محسوب می شود و به هر حال کسی است که در مکتب نیشابور و در مکاتب خراسان، مکاتب عرفانی خراسان و در مکاتب عرفانی آذربایجان دست داشته است و بسیار متبحر بوده است. ایشان آمده و بر اساس ابواب معینی که معمولا انجام می شده است یک گزیده ای را از مثنوی انتخاب کرده است و این رو در سه عین و در سه دقیقاً چشمه بزرگ ساماندهی کرده است. چون مستحضر هستید که بحث عرفان از شریعت آغاز می شود، مباحث شریعت، بعد طریقت و بعد حقیقت است. یعنی سه قدم عرفان که هست شریعت و طریقت و حقیقت است. ایشان آمده از هر جای مثنوی مواردی رو که شبیه به آن بوده و مشابه آن قضیه بوده و می توانسته از اینجا سود ببرد آورده است و جمع کرده است. برای قسمت شریعت قسمتی از مثنوی را آورده، حتی بیت بیت آورده است. اندک شما می بینید که مثلا دو بیت سه بیت از یک جا آورده باشد، یک بیت از دفتر دوم، یک بیت از دفتر ششم، یک بیت دیگر از دفتر چهارم، ولی اینها رو چنان زیبا زیر هم نهاده است که اصلا کسی که با مثنوی آشنایی ندارد متوجه نخواهد شد که این از دفتر ششم آمده و این از دفتر سوم آمده. و این بسیار کار عظیمی بوده است که ایشان انجام داده است، تبحر خاصی داشته است. گویا ایشان اول آمده و کل مثنوی رو در حقیقت به شکل بابهای خاص آورده و بعد که استدعا کردن که آن هم سخت است، ما نمیتوانیم، مبتدیان نمیتوانند منظور مثنوی رو درک کنند، آمده و از آن چیزی که انتخاب کرده بود یک لب معنای مغز، کنه و اصل هر چیز، اصل او رو درآورده است. حدودا احصا که می شود حدود 2/5 مثنوی رو، تقریبا 3/5 مثنوی رو ایشان آورده و 2/5 رو تقریبا حذف کرده است. یعنی حدود 15,000 بیت رو از مجموع آنها آورده است و محاسبه ای که می کردیم حدود 15,000 بیت رو آورده است و مواردی رو که نیاورده هم غالبا مربوط به داستان ها و قصه ها بوده است که در اینجا او رو به کار نمی آمده است. از این جهت در این سه روش شریعت و طریقت و حقیقت ایشان مطرح کرده و این رو آورده و البته اولین بار هست در کشور که انشاءالله می خواهیم این کتاب رو معرفی بکنیم و از روش هایی که ایشان ابداع کرده اینها رو انشاءالله اینجا بیت بیت تشریح کنیم تا اینکه اساس مثنوی و آنچه که در مثنوی هست کم کم مراد فهم ما واقع شود. این سید نصرالله تقوی از اساتید بزرگ بوده است. ایشان رفته و این رو پیدا کرده، تصحیح کرده، تصحیح علمی و تصحیح بسیار جالب و مناسب و اسمشو گذاشتن لب لباب مثنوی. لب یعنی اصل و خلاصه و مغز هر چیز و لب بسن به معنای مغز هست اساسا. و ما لب و لباب زیاد داریم، لباب و الباب داریم، لب و لباب داریم، کتاب های فراوانی داریم که غالبا هم سبقه اخلاقی دارن این لب و لباب ها، چون آنهایی که از پوسته و از ظاهر کنار میکشن و به مغز توجه دارند اینها غالبا یا اهل عرفانن یا اهل اخلاق هستند، وگرنه بقیه به ظواهر بیشتر رو می آورند و از ظواهر بیشتر خوششان می آید تا اینکه از بواطن و از مغز و ذات هر چیزی خبردار بشن. لباب جمع لب هست، لب میشه
جمعش میشه لباب یا لباب، که هر دو اگه باشه لب لباب یعنی مغزی که از مغزهای مثنوی بیرون آمده، اصلی که از اصول مثنوی بیرون آمده. و خود مولانا در اول مثنوی میفرماید و هو و هذا کتاب المثنوی و هو اصول و اصول و اصول الدین، که هیچ کس در تاریخ در حقیقت اندیشه این جرأت رو به خود نداده است که این سه رو کنار هم بیاورد. و هو اصول و اصول و اصول الدین، یعنی اگر اصول دینی وجود دارد آن هم یک اصولی دارد و آن اصول اصول هم یک اصولی دارد و این همه مثنوی است. این لب لباب در حقیقت آمده است و اصول 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 است و از این جهت بسیار قابل توجه است. و در محضر این کتاب وقتی می نشینیم زانوی ادب باید در کنار بگیریم و چنان در محضر این کتاب عظیم باشیم که عظمت‌های او که فقط علمی نیست بلکه عظمت‌های او درونی است، مکاشفه است، مشاهده است. این عظمت‌ها رو باید فقط مشاهده کرد. گویی که ایشان سخنانی گفته است مانند رمزهایی است که گفته می‌شود. شما وقتی که می‌خواهید توسط بیسیم به کس دیگری چیزی بگویید، یک چیزی قرارداد می‌کنید، شما می‌گویید اگر گفتم فلان کلمه منظورم فلان است، فلان جمله است. و این به عنوان یک واسطه اینجا مطرحه، تمامی کلمات این مثنوی شریف و هر بیتی که دریایی دارد گوهرهای بسیار گرانبهایی درون این دریاست که از دریا به دریا شما شناوران و سباحان بحر علم و عشق و عرفان در آن سباحی میکنید و در آن شناوری میکنید. اگر به هر حال سخنانم زیاد بود و مقدمه زیاد شد، از آن جهت بود که عظمت این رو و نحوه و رفتاری که با ما با لب لباب داریم و رخساری که لب لباب بر ما می نمایاند رو انشاءالله نشان دهیم. خب از اولش یک مقدمه بسیار شگفت، مثل مقدماتی که خود مولانا بر مثنوی در اوایل نوشته، ایشان هم یک مقدمه بسیار زیبا از نظر علمی و هنری بیان کرده که ما اگر بخواهیم فقط این رو شرح کنیم بایستی چند ده جلسه برای این وقت بذاریم. فقط مقدمه‌ای که ملا حسین کاشفی گفته است او رو ما بیان کنیم، ولی خیلی ساده من سعی میکنم که فقط ظاهراً معانی بعضی رو عرض بکنم. البته همه اساتید فن هستن، همه دانشمندان، اساتید بزرگ و خانم ها و آقایان محترم همشون در این مسئله استادند. ما هم در اینجا آن شمه‌ای که در اینجا به ذهن میرسد رو فقط در میان میگذاریم. الله الرحمن الرحیم، نام این لب لباب معنوی است، انتخاب از انتخاب مثنوی است. یعنی معلوم است که لب لباب است، یعنی انتخابی از انتخاب خود مثنوی است. و این خود ایشان هم شاعر قاهری بوده است و این شعر هم البته از خودشان است. بعد از تقدیم وظایف حمد و ثنای حضرت واجب الوجود اما جوده، خب وظایف حمد و ثنا که میگوین هر وقت سخنی شروع کردی اول با نام خدا بسم الله و به حمد الله، با حمد الهی باید کار رو شروع کرد. میگوین کسی آمد نزد پیامبر، یک اعرایی بود آمد و نماز خواند،
خیلی هم به نظر خودش نماز خیلی خوب و قشنگی خواند. بعد آمد پیش پیغمبر، پیغمبر هم نشسته بودن در مسجد، گفت که یا رسول الله خب نماز مرا پسندیدید، مثلا دو سه ساعت طول کشید ما چند رکعت دو سه رکعت نماز رو بخونیم. پیغمبر فرمود که این نماز درست است؟ پیغمبر فرمود نه این نماز نبود. که آشفته شد، خیلی ناراحت شد، گفت من رفتم وضوم رو گرفتم با تمامی شرایطش، نمازم رو با تمامی شرایطش خواندم، چرا حضرت قبول نکرد این نماز من؟ بعد میگویند که مالک ابن انس روایت میکند که میره پیش جناب عمر و به عمر میگوید که چنین چیز، من چنین کاری کردم، نمازی خواندم و از پیغمبر پرسیدم نمازم چگونه بود، گفت که این نماز نماز نبود. گفت من نمیدانم، برو پیش ابوبکر، شاید ایشان به شما جواب بتواند بدهد. رفت پیش جناب ابوبکر، گفت که خب من پیش پیامبر بودم، چون این چیزی خواندم و اتفاق پیامبر گفت که این نماز نیست. گفت من نمیدانم اینها رو، فقط باید بری از حضرت علی بپرسی، برو از امیرالمومنین علی بپرس. میره پیش حضرت علی، میگه که من چنین شد، چنین اتفاق افتاد و من نمیدانم چرا پیغمبر. حضرت علی پرسید وضو گرفتی؟ گفت بله وضو گرفتم. گفت قبل از وضو بسم الله الرحمن الرحیم گفتی؟ گفت نه نگفتم. گفت به خاطر هم الان برو یه وضوی بگیر، اول بگو بسم الله الرحمن الرحیم. گفتن من لم یبتدا به بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر، آنچه که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نشود او ابتر است. او رفت و بسم الله الرحمن الرحیم گفت و وضو گرفت و بعد رفت جایی که باز پیغمبر نشسته بودن، اونجا باز نمازش را خواند. بعد پرسید خوب است؟ پیغمبر فرمود بله، هر کس با بسم الله شروع نکند آن وقت کار او به سامان نمیرسد. این البته امر مهمی است و امر مستعدی است که همه به آن اعتقاد دارند. میبینید مثلا مجریان محترم میان یه 10 بیت غزل میخوانند و 4 تا قصیده، بعد نوبت میرسد به بسم الله الرحمن الرحیم که این نمیدونم این دعب رو، این روش خوب رو البته چه کسی نهاده است، خدا رحمتش کند انشاءالله، ولی هرچه که شروع کردیم اگر با بسم الله الرحمن الرحیم نبود در آن برحال شرط غیر خدا امکان پذیر است. بعد از آن گفتن وقتی سخن میگویید حمد خدا رو بکنید، آن هم به خاطر این که این همه نعمت به ما داده است، و بار دیگر بار سوم آن است که به وجود حضرت رسول اقرار کنید. بعد از تقدیم وظایف و ثنای حضرت واجب الوجود، اما جوده، اما جوده یعنی عمومیت دارد، جود عمومیت دارد. خداوند جواد است، بخشنده است و جواد هم کسی است که بدون پرسش دهد. خداوند آنچه را که میخواهد و مقدر فرموده است به دیگران میدهد، که وجود فایض الجود لب لباب معنوی را، میگه وجودی که فایض الوجود است، وجود او هر لحظه فیضان میکند، لب لباب معنوی را که مرآت الحضرتین است. دو حضرت است، مرآت یعنی آینه، آینه دو حضرت است. این لب لباب معنوی آینه دار دو حضور هست، دو حضور حقیقی. حال این دو حضرت چه میتواند باشد؟ آیا حضور عالم غیب و شهادت است؟ آیا حضور عالم امکان است، عالم امر و عالم شهود است؟ و هرچه که باشد، به شرف انتخاب از مثنوی عالمین غیب و عین مشرف گردانید. میگه دو عالم غیب است و غیب آنچه پنهان است و عین آنچه
در مرعا و منظر است و دیده می شود. از مثنوی خودش می دونید دیگه یعنی چه؟ یعنی از سنا هست، سنیه هست، سنیه یکی از سنا هست، سنا به معنای سپاس گذاردن، ولی اصلش از سنیه یا از بعضی ها گفتن سنوه هست، یعنی دوتایی. مثنوی رو از آن جهت مثنوی گفتن که دوتایی، یعنی دو مصرع دارد که کنار هم آمده است و از آن جهت مثنوی رو مثنوی گفتن چون دوتایی است. و اینجا خیلی جالبه، از مثنوی عالمین، عالمین رو هم مثنا آورده که دلیلی باشد بر مثنوی. مثنوی عالمین غیب و عین، یک مثنوی عالم غیب، یک عالم عین. عالم عین همین عالم ماست، عالم غیب هم که در پس پرده این عالم عینت مشرف گردانید که ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر. ما فرزندان حضرت آدم نبی رو کرامت دادیم و ایشان رو در خشکی و دریا حمل کردیم. و تمهید قواعد ادای صلوات، تمهید یعنی آماده ساختن، ممهد و محمز کردن، یعنی اینکه مقدمه چیدن و مقدمات قواعد. قواعد هم از قاعده میاد، قاعده یعنی نشست، قاعده یعنی آنچه که بر روی آن می نشینند. قواعد البیت میگن، یعنی ستونهایی که خانه بر روی آن استوار می شود. ادای صلوات افضل کائنات، افضل کائنات که مشخص است کیست، و اکمل الموجودات و کاملترین موجودات که به حکم لولاک لما خلقت الافلاک، که حکم خدا بود که خدا فرمود لولاک لولاک لما خلقت الافلاک، جزو آن مطالبی است که عرفا بسیار به آن توجه دارند و بسیار به آن علاقمند هستند. اگر ای رسول، اگر تو نبودی، اگر تو نبودی افلاک را نمی آفریدم. مرآت و ذات اشارت به دوست، مرآت ذات، ذات الوهیت یک آینه ای هست، یعنی وجود مقدس پیامبر آینه ایست برای وجود ذات حضرت احدیت. و سجنجل و صفات عبارت از او نموده می آید. سجنجل یعنی آینه، آینه های بسیار بزرگ و براق و شفاف رو سجنجل می گویند. و سجنجل و صفات یعنی صفات الهی خود آینه ای دارد. آینه صفات الهی کیست؟ انسان کامل است، آدم است، کسی که به او انسان کامل گفته می شود. انسان کامل آینه تمام نمای صفات حضرت ربوبی است. از اون نمود آید، یعنی اون به وسیله آن نشان داده می شود که سابقا فرمان غیبی، فرمان غیبی یعنی آن مواردی که در جان سالک می افتد و سخنانی که از هاتف غیبی بر جان سالک پدیدار می شود و او می فهمد باید وظیفه ای را ادا کند و تکلیفی بر عهده او از بارگاه الوهیت می نهند که این عارف سالک باید بدان عمل کند. و ایمای لا ریبی، منتها این با ایماست، ایمایی که لا ریب فیه، هیچ شکی نباید در آن باشد. همچنان که شما مستحضرید قصه مشخص است که حضرت در حقیقت حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی مأمور می شود که حضرت اسماعیل رو ببرد و سر ببرد چه اتفاق می افتد؟ یک ایما هست، منتها این ایمایی که لاریبی هم نیست. حضرت عرفا به حضرت ابراهیم خورده می گیرند که چرا وقتی یک بار تو آمدی و یک بار در اینی عراف المنام لعزبهک من در خواب میبینم که تو رو سر میبرم، چگونه شد که در یک بار بیدار میشود؟ میگوید نکند اشتباه کرده باشم، دوباره میخوابد یا در روز دیگر، در شب دیگر، تا سه بار میبیند. عرفا ایراد میگیرند که چگونه تو آمدی و منتظر بودی که ایمای لا ریبی الوهی سه بار بر تو نزول کند و آنگاه تو این کار را انجام دهی، که نهایت هم انجام نشد.
ببین مقام حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام در چه حدی است که بدون ایمای لا ریبی فرزند خود را به قربانگاه برد و برای فرزند تو کفش فدا آمد و برای او کفش فدایی هم نیامد. ببین درجه عشق و تبعیت در چه مرتبه ای باید منظور شود. این که این ایمای لا ریبی وقتی آمد، این ایما و اشاره وقتی که به جان سالک آمد نباید هیچ شکی در آن بکند، این ایما باید لاریبی باشد. به تحریر رساله ای در انتخاب مثنوی معنوی به حضرت مولوی صفت الاولیاء العارفین، خود ایشان که انسان بسیار بزرگی است، مولوی رو اینجوری معنی میکند: صفت برگزیده اولیاء عارفین است، برگزیده اولیاء است و از میان این اولیاء هم برگزیده عارفین اولیاست. اسوه الاسفیاء والمکاشفین، اسوه و نمونه و نمونه عینی و ذهنی برگزیدگان و اهل مکاشفه، اهل سیر و شهود و کشف است. مقتبس و لمعات نجوم البروج و سمدیه، کسی که اقتباس میکند، میگیرد لمعه ها و پاره های نور ستارگان برج های الوهیت و صمدیت و حضرت خداوندی رو. مفیض و رموز الکنوز الاحدیه، و کسی است که فیضان میدهد رمزهای کنزها و ذخیره ها و دفینه های حضرت احدیت رو. سلطان المجذوبین، مجذوبین آنهایی که خدا خود اونها رو به سمت خود جذب کرده است، تو شما سلطان آنها هستی. راجع به مجذوب بیشتر سخن خواهیم گفت، این بسیار کلمه عظیمی است. برهان و سالکین، برهان و دلیل قاطعی است برای اهل سیر و سلوک و برای عرفا. واقعا مولانا چون این انسانی است. لسان و زمان، زبان زمان خود است و انسان باید فرزند زمان خودش باشد و زبان زمان خود رو داشته باشد. ابن ابوالوقت، یک ابن الوقت است، یک ابوالوقت است. ابن الوقت کسی که قدر وقت رو میداند، صوفی ابن الوقت باشد. ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. میگویند فردا چنان خواهم کرد، پس فردا چنان خواهم کرد. عارف سالک فردا و پس فردا ندارد، همین امروز اقدام میکند. صوفی ابن الوقت، ابن الوقت بودن یعنی این. اما ابوالوقت بودن یعنی چه؟ یعنی وقت رو به وجود می آورد. بسیار سخن مهمی است. کسی که خود وقت می آفریند برای اهل سلوک، خود وقات است، خود وقت پدید آورنده و وقت دهنده به افراد است. وقت عاشقی، حافظ گفت: وقت آن شیرین قلندر خوش، که در اطوار سیر ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت. حقیقتا این وقت و عالم وقت که روزی حتما راجع به این سخن خواهیم گفت و بسیار مسئله مهمی است، بحث وقت در عرفان، که ابوالوقت هم از آن فراتر. بهاء الملت و الدین، این که بهاء الدین بوده، بهاء ملت، بهاء یعنی روشنایی، بهجت، نور، نور ملت و دین. ملت یعنی چه؟ ملت نه این ملت به معنای ملت دولت که الان این مفهوم جدیدی است. ملت به معنای آیین هست، به معنای نهله، به معنای تفکر و اندیشه، روش و مکتب فکری. ملت یعنی روش فکری و مکتب فکری. بهاء الملت و دین، جلال الحق و الیقین، محمد ابن الحسین البلخی ثم الرومی. کسی که اسمش محمد است، پدرش محمد است و نام جدش حسین است، بلخی بوده است و ثم الرومی. قدس الله به سلسال الوصال دوحه، که خداوند مقدس گرداند با زنجیرهای وصال وجود و بهشت او رو. و زاد فی غرف شرف القربه فتوحه،
و در غرفه ها و اتاق های شرف قرب حضرت ربوبی فتوحات او رو بیشتر فرماید. اتفاق افتاده بود و نکته چند از دقایق حدایق حقایق ام الکتاب خیلی زیباست. ام الکتاب یعنی چه؟ قرآن. حقایق قرآن حقایقی دارد و این حقایق حدیقه ها و باغهایی دارد و این باغها دقایقی دارد. میگوید نکته چند فقط از دقایق حدایق حقایق ام الکتاب مناسب وقت و زمان. این ام الکتاب که بیان میکند اصلش قرآن است، اما در جای دیگر خود مولانا مثنوی رو ام الکتاب معرفی میکند و این میتواند همین مثنوی باشد، چرا که اصول دین است. مناسب وقت و زمان از مکمن غیب، از کمینگاه غیب بر منصه عیان، بر محل ظهور عیان آشکار به سبب امداد بنان سرانگشتان، به واسطه یاری سرانگشتان جلوه یافت، به واسطه آنکه جمال عرایس نفایس یعنی عروس هایی که بسیار زیبارو هستند، نفیسند، آن دقایق جلیت الانوار، دقایقی که نور آن بسیار جلوه‌گر است و مقدار آن بسیار جلیل است، جلیلت الانوار، جلیلت المقدار و کمال فواید و عواید آن، دقایق خفیت الاسرار بهیت الاثار، اسرارش هم مخفی است و آثارش هم بسیار زیباست، جز به نظر عالی خواص در نمی آمد. منظور این است که ما نگاه کردیم دیدیم فقط خواص مثنوی رو درک می کنند، خواستیم عوام هم از این مثنوی بهره ای داشته باشند. چه کردیم؟ چون این کاری کردیم و نقاب خفا از وجوه معارف آن کلمات صامیت الصمات صافیت الصفات جز به مشاهده عرفای کامل الایقان و ملاحظه فضلای راسخ الایمان مرتفع نمیگشت. میفرماید این در پس پرده بود، مثنوی نقاب در کشیده بود چرا که زیبارو بود و زیبارو رو هر کسی لیاقت ندارد که ببیند، بنابراین نقاب برکشته، همچنان که قرآن نقاب دارد. برای این که اگر قرآن نقاب نداشته باشد هر کسی میتواند به جمال نفیس او توجه کند و این البته با روش الوهیت سازگار نیست. ثانیاً جمعی از رفقای طریق و اخلاء علی تحقیق انالهم الله به مناولت تصدیق و امدهم به امداد الاعانه و امداد التوفیق از این فقیر حقیر کمترین، کمتر از قطمیر. قطمیر یک دانه است که خیلی خیلی کوچک باشد، کمترین دانه و کوچکترین چیزی که می شود. میگه من کمتر از آن دانه هستم. حسین ابن علی البیهقی الواعظ المدعو بالکاشفی که مشهور است به کاشفی، واعظ است مشهور به کاشفی است. اصلح الله حاله، حال او رو خداوند اصلاح کند و نور بالمعرفت باله و با معرفت وجود او رو منور سازد. التماس انتخاب دیگر از این نسخه که موسوم بود به لباب المعنوی فی انتخاب مثنوی نمودند. معلوم است که ایشان قبل از این یک لباب المعنوی داشته که انتخاب از مثنوی بوده است و اینجا از لباب المعنوی لب لباب معنوی رو در آورده و به همین خاطر میگوید لب لباب و بر وجهی که نسبت با مبتدیان طریق طریقت و سالکان مناهج حقیقت فواید آن اعم و اشمل و عواید آن اتم و اکمل باشد. می فرماید که طوری که مبتدیان که در راه در طریقت حرکت میکنن، مبتدیان هم بتوانند از این استفاده کنند و سالکان مناهج حقیقت، منهج یعنی راه و روش معنوی، مناهج حقیقت کسانی که در راه های حقیقت قدم میزنند اونها هم بتوانند به آن دست پیدا کنند. فواید آن عام تر باشد برای همه، اشمل باشد، شامل همه
اشخاص باشد، عوام و خواص و خاص و خواص باشد و عوائد آن اتم و اکمل باشد و عائده هایی که هست و نتایجی که دارد اتم باشد، تمامتر و کاملتر باشد. بعد الاستخاره و الاستجازه، بعد اینکه به قرآن استخاره کرد و از پیامبر استجازه خواست، به ایجاب این ملتمس اقدام رفت، این ملتمس رو آنچه که التماس شده است رو انجام داد و بیتی چند از آن بر نسق خاص روش خاص و طرزی بدی، بدی یعنی نو، رقم تقطیر یافت که آمدم و من اینها رو برداشتم. و این تقطیر هم از آن جهت میگه که خود او رو به نهر داد، یعنی همش در آب است و این تقطیر که میگوید قطره قطره بیت ها رو در نهرها جاری کرد، در نهرهای عرفان و ادب. نام این لب لباب معنوی است، انتخاب از انتخاب مثنوی است. و چون سالک را از استقامت بر مناهج شریعت و انصاف و تخلص به صفات ارباب طریقت و تحقق به مقامات اصحاب حقیقت چاره نیست، بیان می کند مثل همان برات استحلاله، می گوید که مناهج شریعت لازم است یک باب شریعته و انصاف و تخلص به صفات ارباب طریقت، ارباب طریقت هم که روشنه، و تحقق مقامات اصحاب حقیقت. این که آمد شریعت رو گفت مناهج و طریقت رو به صفت و حقیقت رو به اصحاب و به مقامات تشبیه کرد، خود بسیار امر مهمی است که در آینده توجه خواهیم کرد. لا جرم جهت انفجار مياه این معانی سه عین متعین ساخت. جهت انفجار مياه یعنی آبها، ماء که جمعش می شود مياه، این آبهایی که سه عین میگوید یک آبی منفجر شد، یک آبها منفجر شدن و سه عین، سه چشمه بسیار زیبا و روان جاری شد که عین اول جامع اطوار شریعت باشد. دقیقاً قسمت اول کتاب جامع اطوارش، اطوار یعنی تورها و حرکتها و حلقه های خاصی که اتفاق میفتد. عین اول جامع اطوار شریعت باشد، عین دوم مخزن اسرار طریقت است و عین سوم مطلع انوار حقیقت، محل طلوع انوار حقیقت است. و به ازای اجرای زلال نوال هر عینی را چند نه مشتمل بر رشهات که مظهر تفاصیل آن جمل باشد مقرر گردد. و در هر محل که سخن مستدعی بستی یا مقتضی توضیحی خواهد بود، فی الجمله به طریق خیرالکلام در آن باب شروع خواهد رفت. میگوید اگر جایی هم لازم بود بست شود، من خودم نسبت به او توضیحاتی رو در اول میآورم که آورده است و بسیاری از اشعار بسیار سخت مولانا که کسی توجه نکرده است، ایشان منظور مولانا رو در دو سه سطر اول در آن آورده است و بسیار بسیار راهگشاست. و التماس اصلاح حفوات او از کرم عمیم اهل کمال معمول است و عذر الزلات ان کرام الناس مقبول، بزرگان خورده بر خوردان نگیرند، به رحمت عذر ایشان در پذیرند. و من الله هدایه و الارشاد و من هل مبدع و الیه المعاد. قبل از شروع در ایراد عیون ثلاثه، تقدیم نکته چند از آنچه در اوایل رسائل به حسب عرف عادت از مناجات الهی و نعت حضرت رسالت پناهی و صفت کتاب و تعریف باعث آن زبانزده اقلام آشنا شده افهام گشته انسب می نماید. و اولا والحمدلله فی الاخرت والاولا. البته همش اینقدر سخت نیست، نگران نباشید، این خواسته خلاصه به رخ ما بکشد که من چنین توانایی دارم که می توانم این چنین سخنان بسیار زیبا که من رد شدم از بسیاری از آنها، که واقعا یک رساله دکتری می خواهد که در ادبیات فارسی که این رو یک نفر بتواند، این دو صفحه رو بتواند که شرح دهد و واقعا به حق مطلب دست پیدا کند، معادل یک رساله دکتری باید باشد. از مناجات اول که دیگر خسته شدید، باز هم انشاءالله و البته نهراسید، چون این نیست که همش سخت باشه، آسانها را آورده برای بنده که خود مبتدی هستم، برای من درکش تا حدودی قابل دسترسی است.
از اینکه اوقات شما عزیزان رو گرفتیم و موجب تسیع اوقات شدیم عذر میخواهم و از اینکه لطف فرمودید و با دیده منت بر عرایض بسیار ناقص این حقیر عنایت فرمودید از همتون سپاسگزارم. انشاءالله که در دفعات و جلسات بعد انشاءالله بتوانیم از این دریاها گوهرهای زیبایی رو به کف آوریم. و السلام علیکم و رحمت.